26مین روز دیماه برابر با 16 ژانویه، سال 1268 خورشیدی برابر با 1889 میلادی، زادروز طه حسین نویسنده و ادیب مصری که در روستایی در مصر الیا به دنیا آمد و در کودکی بینایی خود را از دست داد، اما با هوش سرشاری که داشت به تحصیل پرداخت و از دانشگاه‌های مصر و سوربن فرانسه درجه دکترای ادبیات گرفت. وی خدمات فراوانی در زمینه علم و ادب انجام داد که تأسیس دانشگاه‌های اسکندریه و اسیوط در مصر از آن جمله است. وی در مقام یک شخصیت مورد اعتماد در جامعه ادبی جهان عرب با مدعیان روشنفکری و نویسندگان ناسیونالیسم عرب به مقابله برخاست. به نظر او آثار علمی و ادبی بر جای مانده از صدر اسلام تا کنون اگرچه به زبان عربی است، اما فرهنگ اسلامی به حساب می آید، نه اندیشه قوم عرب. طه به عضویت شورای عالی ادب و هنرهای زیبای مصر منصوب گردید. این ادیب مصری همچنین عضو فرهنگستان ادبی و تاریخی پاریس، مادرید، مایانس آلمان، دمشق، تهران، بغداد و روم نیز بود. سال 1308 خورشیدی برابر با 1929 میلادی، فرار امان الله خان حاکم افغانستان در پی قیام مردم افغان. امان الله خان بانی نظام سلطنتی در افغانستان پس از کشته شدن پدرش به حکومت رسید و با انگلستان، روسیه، ایران و ترکیه به تفاهم دست یافت و استقلال افغانستان را تثبیت نمود. امان الله خان اولین رئیس جمهور یک کشور اسلامی بود که دولت کمونیستی روسیه را به رسمیت شناخت و با آن رابطه برقرار کرد. امان الله خان هم در افغانستان مانند ایران و ترکیه دستور کشف حجاب و اختلاط مدارس دخترانه و پسرانه و استفاده از کلاه شاپو به سبک اروپاییان را صادر کرد. اما هنوز مدت زیادی نگذشته بود که مردم افغانستان بر او شوریدند و طی یک سال او را از سلطنت ساقط کردند. امان الله سپس مخفیانه به هندوستان و بعد به ایتالیا گریخت و دیگر خبری از او منتشر نشد تا اینکه دارفانی را ودا گفت. سال 1357 خورشیدی برابر با 1978 میلادی، محمد رضا شاه پهلوی از ایران خارج شد. با فراگیر شدن جرقه های انقلاب و ادامه اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران و اعتصاب کارگران شرکت نفت و فشار دو دولت آمریکا و بریتانیا و از آنجا که گروهی از ناظران سیاسی داخلی و خارجی معتقد بودند که حل بحران با ادامه حضور محمد رضا شاه امکان پذیر نیست، وی به منظور حفظ منافع کشور و به حداقل رساندن آسیب‌ها 3 روز پس از تشکیل شورای سلطنت به همراه همسر و خانواده‌اش در حال ایران را برای همیشه ترک نمود که به شدت می‌گریست. آنها سوار بر هواپیمای اختصاصی شهباز شده و برای همیشه از ایران خارج شدند.